های ایوروان، سلام دوست عزیز. در درس امروز میخواییم که های ایوروان، آی هوپ یو آر دوینگ آل رایت. سلام دوست عزیز، امیدوارم که جور سالم و صحتمند باشید. این تودیز لیسن وی آر گوینگ تو لرن هاو تو چینج اور سنتنسز تو کوشنر اند نگاتیو این فیوچر کانتینیوس تنس. دوست عزیز، در ویدیو یا درس امروز میخواییم یاد بگیریم که چطور جملات خود را در آینده جاری سوالی و منفی کنیم. There is a lot to learn. Let's get started. چیزای زیاد است که می‌خوایم امروز یاد بگیریم. بیاین که شروع کنیم. خب، چطور جملات خود را در آینده جاری سوالی و منفی کنیم؟ در درس قبلی خواندیم که آینده جاری چه رقم یک کار را بیان می‌کند و همچنان فرمول چه خواندیم که چطور جملات را باید در آینده جاری بسازیم. امروز میخواییم که عنوان جملات مثبت خود را چطور به سوالی و منفی تبدیل کنیم یاد میگیریم. خب، آینده جاری گفتیم یک کاری که در آینده برای یک مدت معین در حال جریان باشد، اما از آینده جاری استفاده می‌کنیم. خب، حالا چطور جملات خود را در آینده جاری سوالی و منفی کنیم؟ خب، اول یک جمله مثبت میگم، بعد همه را سوالی و منفی میگم. مثلا میگیم آی will be teaching I will be teaching at 3 PM today. I will be teaching at 3 PM today. یعنی امروز 3 بجه من در حال درس دادن هستم. پس کار ساعت 3 در حال جریانه، در آینده در حال جریانه. خب، وقتی میخواییم که جملات خود را در آینده سوالی و منفی کنیم. خب، میخواییم یه لحظه جمله را سوالی کنیم که چطور سوالی کنیم؟ اگر در اینجا ما در آینده جاری فعل کمکی ما ویل است، پس با خود انمی ویل کسا جمله خود را سوالی و منفی کنیم. یعنی ویل را میریم در اول. ویل will بعد از بقیه جمله رو میگیم will I be teaching will I be teaching at 3 PM today. علامه سوالی رو داخلش اضافه میکنیم. will I be teaching at 3 PM today. آیا 3 بجه من در حال درس دادن هستم؟ جمله ما شد سوالی. خب، حالا میخواییم که جمله را منفی کنیم. میگیم که من در حال درس دادن ساعت 3 بجه نیستم. چطور میگیم؟ بدون کدام تغییرات فقط یک نوت بعد از ویل اضافه میشه. I will فقط در جمله مثبت فقط تغییراتی که میاد چیست داده اینجا فقط یک نوت اضافه میشه. ما جمله ما میشه منفی. میگی I will not be teaching I will not be teaching at 3 PM today. I will not be teaching at 3 PM today. یعنی من 3 بجه در حال درس دادن نیستم. خب، پس جمله رو منفی کردیم، فقط یک not بعد از فعل کمکی will اضافه شد. جمله ما شد منفی. خب، حالا میخواییم که امی جمله را منفی سوالی کنیم. منفی سوالی، یعنی هم جمله منفی باشه هم چی باشه؟ سوالی باشه. خب، منفی سوالی زی میشه. اگر ما خواستیم شکل اختصار یا کوتاه را استفاده کنیم، شکل اختصار will not میشه won't. همزی won't استفاده میگیم won't won't. پس انمی شکل اختصار will not میشه won't. ما won't استفاده کنیم، میگیم won't I be teaching won't I be teaching at 3 PM today. علامه سوالی را اضافه کنیم بخاطر جمله ما هم سوالی است منفی. won't I be teaching at 3 PM today. مگه 3 بجه من در حال درس دادن نیستم؟ 3 بجه مگه من در حال درس دادن نیستم؟ جمله ما هم سوالی است و همچنان منفی. خب دوستان، در آینده جاری گفتم با انمی ویل فعل کمکی ما ویل است در آینده جاری.
با عنوان جمله خرا سوالی و منفی مینیم. اگر خواستیم سوالی کنیم ویل میریم داول ویل آی بی تیچینگ ات 3 پی ام تودی، خواستیم منفی کنیم فقط بعد از ویل نات اضافه میمین میقدر تغییرات میاد. آی ویل نات، یا اگر شکل کوتاه زیر خواستیم بگیم میگیم آی وونت، شکل اختصار ویل نات میشه وونت، فقط اینجا میگیم آی وونت، کوتاه شارت کات میگی I won't be teaching at 3 p.m. today. یعنی من 3 بجه در حال درس دادن نیستم. خب منفی سوالی نمیگی won't I be teaching at 3 p.m. today. آیا 3 بجه مگه من در حال درس دادن نیستم، هم جمله ما منفی است و همچنان سوالی هستم. خب اگر خواستیم که از be going to استفاده کنین، be going to یعنی برای کارهایی که از قبل برنامه ریزی شده را ما در آینده انجام میدیم از be going to استفاده میشه. پس در اونجا to be داریم، am و is و are با عنوان هست از جمله خیلی سوالی و منفی میدیم. مثلا میگیم که I am going to be I am going to be studying. یعنی ما قراره که در حال درس دادن باشم. اور I am going to be teaching، قراره که ما در حال درس دادن باشم، اینجا قراره که در حال درس خواندن باشم. یا مثلا میگه که I am going to be swimming، ما در حال آب بازی کردن خواهم بود. یا مثلا میگه که I am going to be cooking، در حال آشپزی کردن خواهم بود. خب زمانی که ما از going to استفاده نیم، طبیعتاً فعل کمکی ما am و is are. مثلا اگر سابجکت ما I am بگیم he she it is استفاده میشه اینجا. مثلا he is going to، she is going to، مثلا they are going to. پس فعل کمکی ما am و is و are to be verb است. پس با خود این to be verb باقی است جمله خیلی سوالی و منفی میشه. مثلا میخوایم آل امی جمله را سوالی کنی I am going to be studying، ما در حال مطالعه خواهم بود. خب فقط چه کار می‌کنیم؟ ام میاد اول. Am I going to be studying؟ آیا ما در حال مطالعه کردن خواهم بود؟ علامه سوالی رو اضافه می‌کنیم. اگر خواستی که ایر منفی کنی فقط میگی که I am not going to be studying، یعنی در حال درس دادن، درس خواندن نخواهم بود. اگر خواستی منفی سوالی کنی میگی am I not going to be studying. Am not I going to be studying علامه سوالی اضافه می‌کنم بخاطر که منفی سوالش ده. خب این جمله مثبت بود، ایش هم سوالی بود، این منفی، منفی سوالی. پس اینمی است روش سوالی و منفی کردن جملات در آینده جاری. اگر will استفاده که با خود امزی will جمله خرم منفی سوالی منی، اگر going to استفاده که بودیم پس فعل کمکی ام و از و آر را داریم، نظر به سابجکت فاعل ما که مثلا در اینجا آی است سابجکت ما ام استفاده شده. اگر اینجا هی باشه از میگیم هی از گوینگ تو، اگر در اینجا یو باشه یو آر گوینگ تو میگیم. پس سوال منفیش هم با ام و از و آر میشه، یعنی با این می تو بی ور با فعلای بودن جملات خورا سوالی و منفی مینیم. خب دوستا این بود روش سوال منفی کردن جملات در آینده جاری. امیدوارم که درس برایش مفید واقع شده باشه. Thank you so much for watching. Have a great time. Bye bye.